گوگوش خواننده سرشناس ایرانی میگوید درج در فهرست سینماگران توانسته توسط وزارت ارشاد ایران برایش اهمیتی ندارد. خانم گوگوش به بی بی سی فارسی گفت برایش مهم این است که مردم به او رسمیت بدهند که دادند. اخیراً درج نام فائقه آتشین یا گوگوش و بهروز وثوقی که در پایگاه تاریخ نگاری سینمای ایران واکنش هایی برانگیخته بود از جمله روزنامه کیهان به آن اعتراض کرد. مرزاد کهنروز گزارش میدهد. منو با خودت ببر ای تو تکیه گاه من. 3 سال قبل از انقلاب ایران است. ممل آمریکایی گل کرده بود، حالا نوبت هم سفر است. عید 1354 ایرانی ها قرار است فیلمی متفاوت ببینند. خواستنی هر چی که هست تو بخوای من قانعم. فیلمی در جاده چالوس زیبا، موتور هوندای 750، گوگوش جوان دلربا و بهروز وثوقی جذاب. فیلمی با موضوع عشق و عاشقی، فرار، جوانی، شور. چه داستانی از این بهتر؟ همسفر هنوز هم دیدنی است برای بسیاری، اما نه همه. تن پوش کهنه من، چه خوبه با تو رفتن، رفتن همیشه رفتن. دو بازیگر اصلی آن، اگرچه هنوز نسل ها بد بر سر زبان ها هستند، جایی در ادبیات و فرهنگ رسمی ایران ندارند. سازمان سینمایی هم خواسته کاری بکند، اما اعتراض ها بسیار است. این سازمان چیزی مانند IMDB راه انداخته به نام پایگاه تاریخ نگاری سینما ایران، که در واقع بانک اطلاعات اینترنتی فیلم هاست و پروفایلی از گوگوش و بهروز وثوقی در بخش انگلیسی وبسایت قرار داده. داد تندروها درآمد. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، از سنگرهای محافظه‌کاران در ایران میگوید سازمان سینمایی در پایگاه تاریخ نگاری خود خواننده کاباره‌ای و معشوق اشرف پهلوی را به عنوان سینماگر شناسایی کرده. او همچنین میگوید در کارنامه این افراد نقش مخرب فرهنگی و اخلاقی کاملا بدیهی و غیر قابل کتمان است. خشم و عصبانیت بالاست، مشخص است. محافظه‌کاران در ایران حتی نمی‌خواهند و اجازه نمی‌دهند هیچ ردی، دست کم در بعد فرهنگی، از بسیاری از هنرمندان گذشته در نظام فعلی باشد. گوگوش در واکنش به بی بی سی گفته اگر بخواهم صادقانه بگویم، برایم مهم نیست که من را به رسمیت بشناسند یا نه. مهم این است که مردم به من رسمیت بدهند که دادند. هنرمندانی که انقلاب ریل گذاری زندگی آنها را کاملا تغییر داد. این صدای بهروز وثوقی است. تابستان پارسال در مراسم تشییع جنازه ناصر ملک مطیعی، دیگر ستاره سینمای قبل از انقلاب. بهروز وثوقی که نمیتواند در این مراسم شرکت کند، پیامش در این مراسم پخش میشود از آن سوی دنیا. ناصر عزیز 30 سال بر پرده سینما محبوب دل مردم بود و 40 سال بیرون از پرده باز هم محبوب مردم ماند. ناصر و فردین، این نازنین ها، ستون های محکم سینمای ایران خواهند ماند. روحشان شاد. عشق من و تو قصه هست، قصه دیگر. چهل سال بعد از انقلاب، اسطوره‌های قبل همچنان خبرسازند، در حالی که نسل‌های جوان هنوز به دنبال ابر شخصیت‌های خود در صنعت کنونی سینمای ایران می‌گردند. مرزاد کهنروز، بی بی سی.